لازم بخشی در سازمان تربیت بدنی مثل سابق درست بشه. دوم این که یه سری کارها رو استانی کنن، یعنی هم بودجهش رو هم کار اجرایی فنیش رو کلن بدن به خود استان، کلن بدن به استان زیر نظر دفتر فنی استانداری این کار درست بشه. آقای درویش هم خدا خدا رحمتش کنه، این ورشکار بسیار دوست داشتنی، ورشکار شوهده نوشهر هست که وقتی آدم این ورشکار رو میبینه انگار برمیگرده به 20 سال قبل، انگار تصاویر نشون میده که مثلا مال دهه بعد، اصلا یه حالتی مثلا برای یه مدرسه خوبه، اونا دور و برش بردن چمنش بدن به یه مدرسه. آره شما نگاه کن این صندلیایی که اونجا هست و یعنی نه همش زائده، اینا همش به اصطلاح المان‌های مزاحمه در کار معماری، میگه اینا المان‌های مزاحم، همش باید کفبر بشه و اصلا برای همچین ورزشگاهی فقط اون چمنش به درد میخوره. بقیه همه چی؟ بله. سوم این که ما بحث چمنمون رو اگر در جاهای نگهداریش واقعا سخته چمن مصنوعی درست کنیم و به اصلا تربیه کنیم. پنجم این که واقعا یه سری مسائل ما سوم رفت پنجم ها چهارم اینه که ما بدونیم که یک سری از مسائل متأثر از روابط گروه ها، آدم ها، مؤسسات مختلف با هم میشه و اینها رو باید بریم دنبال اصلاحش. حالا من خیلی سربسته میخوام بگم که بعضی از میگم مثلا فرض کنید که صدور چک برای یه پیمانکار وقتی سه ماه معطلی پیدا بکنه، پیمانکار کارو میخوابونه، نمیشه به پیمانکار بگیم آقا شما کارتو بکن. بعد این کاری که انجام میده وقتی مشاور فرض کن صورت وضعیت رو در عرض 15 روز درست کنه، 5 روز 10 روز هم طول بکشه چکش رو پیمانکار بگیره بره دنبال کارش. و در حقیقت وعده دادن بدون اینکه حساب و کتاب بکنیم برای زمان پایان کار، اینا از بین بره. و اینا هم اشکالش اینه که مثلا ببینید اینجا رطوبت داشته، رنگ زدن، رنگ تبله کرده، بعد ما یه کاری بکنیم که دوام داشته باشه، یعنی از مصالح با دوام در شرایط مختلف استفاده بکنیم و دست مشاورین برای اینکه کار تمیز ارائه بدن رو انجام به اصطلاح باز بگذاریم. ولی به نظر من در درجه اول سازماندهی جدید برای کار ورزشگاهامون حتما لازمه. بله، این ورزشگاه شهدای نوشهر هست که فکر کنم بازی‌های شمشک کماکان در این ورزشگاه برگزار میشه. حتی بعد از فوت آقای درویش مثل که مشکلات مالی هم و اختلاف نظری که کارخونه نوپان سازی داشتن و از خیلی مایه میذاشتن. آره من مثلا ایشون فوت کردن بین وراثت ایشون یکم خب بالاخره مشکلات پیش اومده و این ورزشگاه اما خیلی وحشتناکه. اصلا من نمیدونم چجوری بازی اونجا برگزار میشد تو این و تازه چند خوش تو لیگ برتر بود این تیم. حالا اسفناک وضعیت ورزشگاه به قول شما میگم شبیه مدرسه است دیگه، یعنی مثلا من اون زمین چمنش برای یه مدرسه خوبه، بقیه‌اش هم باید کفبر بشه به قول معروف دیگه. اصلا یه همچین چیزایی نبودش بهتره، بهتر از بودشه. البته ورزشگاه ساری آماده کار باید باشه علل قاعده، چون اونم حدود 12 سال تقریبا 99% ساخته شده. منتها باز دعوای بین نوشهر رو ساریه که کدومشون از این استفاده بکنن، اونا میگن حتما باید تو نوشهر باشه به اصطلاح، خلاصه چالوسی هم میگن حتما باید در چالوس باشه، یه همچین ساروی ها و یه همچین مشکلی در اونجا هست. ولی ورزشگاهی هست میشه ازش استفاده کرد، خود نوشهر هم نیاز به ورزشگاه خوب داره. آره این ورزشگاه تختی مشهد کسی بازی هم اونجا برنوز زمین های مازندرانی طبیعتا گلالوده، اصلا شما چه بخواین چه نخواین با هوایی که ما داریم ما زمین‌های مناسبی در زمستان نمیتونیم داشته باشیم، هرچی هم ترمیم. میدونم ورزشگاه شهدای نوشهر هم رفتید، بارها دیدمتون، ولی اون زمین فقط مشکل چمن نداره. بله، نه اصلا اون زمین به نظر من استاندارد نیست. شما ببینید یه توپ میافته تو مدرسه یا تو خونه مردم. الانم به واسطه همین آسیب شناسی شده. این توضیحاتی